تحلیل‌های عمیق‌تر، بهره‌های پایین‌تر، سودهای بالاتر. از فرصت‌های طلایی در بازار مستغلات تا سودهای 7000 درصدی در بازارهای مالی و از بهره‌های کمیاب در وام‌های مسکونی و تجاری تا سودهای میلیونی در کریپتوکارنسیز. با رامین وکیلی و دکتر خشایر شجاعتی در برنامه سود و سرمایه. profitcapitalgroup.com. با سلام خدمت همگی دوستان و شنوندگان عزیز، با تشکر مجدد از شرکتون در این برنامه. حدود 6 و 5 دقیقه است دیگه، هر کسی بخواد بیاد دیگه میاد، اگرم نیامد که دیگه بخش اولو از دست میدن. فقط میخوام میکشور کنم که صدای من خوب میادش، مشکلی نیست. اگر اشکالی پیدا کرد به اصطلاح میتونید تکست کنید. ممنون. خب برای شنوندگانی که تازه به ما پیوستن، به طور خیلی سریع بگم که ما یه برنامه 4 هفته ویژه گذاشتیم با همکاری دکتر شجاعتی و در برنامه هفته گذشته به احتمال اولین برنامه بود به احتمالات سر راه برای اقتصاد و بازارهای مالی پرداختیم. توی این هفته بحث برنامه در ارتباط با تحولات در بازار مستغلات مسکونی، تجاری، بهره و بحران بانکی خواهیم داشت. موضوع هفته آینده بررسی بازار طلا، نقره، نفت، کامادیتیز، رمز ارزها و یا کریپتوکارنسی هستش که به نظر من از اهمیت بسیار بسیاری برخوردار هستش، به این علت که احتمال سودهای بسیار بزرگی به قول معروف در سر راه این بخش خوابیده و من حدس می‌زنم که احتمال داره از اون فرصت‌هایی که شاید برای هر جنریشن یا هر نسلی فقط یک بار اتفاق بیفته. درنچه به نظر من حتما به این برنامه گوش بدید و بدونید اطلاعاتی که هست که چه احتمالاتی سر راه این بخش خوابیده. و بالاخره هفته چهارم به اقتصاد جهانی، جنگ تجاری بین آمریکا و چین و موضوع بسیار مهمی که امروز عملاً تبدیل شده به صحبت اصلی تمام محافل مالی و اقتصادی که دارن در ارتباط با احتمال به زیر کشیده شدن دلار آمریکا به عنوان ارز جهانی یا رزرو کرنسی هستش. سر این صحبت میکنیم و تأثیر این تحولات جدی و بنیادی در زندگی من و شمایی که داریم توی آمریکا زندگی کنیم. خب با این تفاصیل یه صحبتی که میخواستم بکنم، مورد آخرم این که در ارتباط با فیدبکی که بسیار بسیار خوبی که از تمام از اکثر دوستان و شنوندگان این برنامه گرفتیم برای برنامه هفته گذشته و از همینجا تشکر میکنم از همگیشون، فقط صحبتی که میخوام بکنم این که از اگر واقعا این برنامه را مفید میبینید در بررسی و تحلیلگری به اصطلاح مسائل اقتصادی و مالی و نشون دادن یک تصویر کلی یا بیگ پیکچر از اینکه به کدام اقتصاد یا به اصطلاح مسائل مالی داره به کدوم طرف میره و تو این مسیر دره‌ها و ضررها کجاست و از طرف دیگه زمین‌های سود و فرصت‌های خوب کجا میتونه باشه، اگر نظر و ارزیابی شما از این برنامه‌ای چه در گذشته و چه هر اکنون این هست، در نتیجه بسیار متشکر میشم اگر که بتونید اطلاع رسانی کنید از این برنامه و از دوستانتون دعوت کنید که به این برنامه به اصطلاح ملحق بشن. با این صحبت‌ها سلام می‌کنم خدمت دکتر شجاعتی عزیز و تشکر از وقتی که به این برنامه دادید. سلام می‌کنم حضور شما و شنوندگان برنامه‌تون و لطفی که می‌کنید و من رو تو این برنامه دعوت می‌کنید. جناب شجاعتی قبل از که بخوام به برنامه به اصطلاح مسئله بازار مستغلات صحبت کنیم، سرش و ارزیابی کنیم، دو سه تا مورد اتفاق افتاد توی هفته گذشته و امروز که یه جورایی به اصطلاح در ارتباط، یعنی اینجوری که نه کاملا در ارتباط هست با مسئله‌ای که می‌خوایم روش سرش صحبت کنیم و اونم صحبت‌هایی بود از دو تا از به اصطلاح که رئیس اینا بانک مرکزی، یکیشون شعبه سن لوئیس هستن یا آقای جیمز بولارد، دومیش خانم لوگن که ایشون رئیس شعبه فدرال رزرو دالاس هستن و هر دوی اینها صحبت کردن که ما حالا فعلا باید بهره رو بالا ببریم به خاطر اینکه هنوز نتونستیم به اصطلاح تورم رو توی تحت کنترل قرار بدیم و در جنگ با تورم هنوز پیروز نشدیم. از طرف دیگه روز جمعه کنفرانس مطبوعات کنفرانسی که داشتن آقای پاول و آقای برنانکی، به نوعی خود آقای پاول داره به اصطلاح سیگنال میده که ما بهره رو فعلا خیلی بالا بردیم، الان باید یه مقداری صبر کنیم تا ببینیم این اثرات این بهره، بالا بردن بهره روی اقتصاد و روی تورم چی هستش. از طرف دیگه برمیگردیم به اصطلاح به پیپر یا اون کاغذ تحقیق، معذرت، مقاله تحقیقاتی که آقای بن برنانکی با یکی از همکارشون همین هفته دادن بیرون و عملا دارن به بانک مرکزی میگن که آقای بن برنانکی عملا خودشون رئیس قبلی سابق بانک مرکزی است بودن، میگن که اگر نرخ بیکاری رو پایین نیارید که الان حدود 3.5 درصد است،
تورمی که به هیچ وجهی نمیتونید به اصطلاح تورم رو معذرت میخوام تحت کنترل بگیرید و تنها طریقی که میتونید تورم رو تحت کنترل داره بیاد که باید بیکاری بالا بره. برای اینکه بیکاری بالا بره دیگه همه میدونن که یعنی منظورشون اینه که بیشتر باید بهره بالاتر بره و عملا اقتصاد به یک ریسیشن بکشه. میخواستم ببینم نظر شما در ارتباط با هم اختلافایی که بین اعضای بانک مرکزی هست الان شده بین عملا به اصطلاح رئیس قبلی بانک مرکزی با رئیس فعلی بانک مرکزی سر مسئله بهره چی هست و چی فکر میکنید کجا میریم سر این داستان؟ حالا همونطور که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم این نوع اختلاف نظرها همیشه توی اعضای مختلف فدرالیزه بانک مرکزی بوده. ولی اونچه که نهایتاً تصمیم گیری میشه همون نظر رئیس فدرال رزرو هست که هر نظری که بده توی جلسه فدرال اوپن مارکت کامیتی حتی اگر مخالفینی هم داشته باشه اون مخالفت ها نادیده گرفته میشه و نظر ایشون پیش میره. ما تو اینکه آیا واقعا ایشون چون حرفا ایشون هم زیاد نمیشه بهش متکی شد ممکنه یه حرفی الان بزنن میخوان سرگوش آب بدم اینم بازار چه واکنشی نشون میده بعدا تصمیم بگیره. اگر پابند باشن به صحبتی که کردن فعلا صحبت از این است که دور بعد که تو ماه جون هست فعلا بهره رو بالا نبرن. منتها ممکنه از اصطلاح توقف یا پاز استفاده نکنن با اونطوری که آقای کشکاری که دیگر از رئیس فدرال رزرو گفتن از لغت پارول سکیپ استفاده کنن. یعنی ما این جلسه رو فعلا بهره رو بالا نمیبریم تا به نتایج بهره هایی که تا رو بالا بردیم یه بررسی بکنیم ببینیم دنیا دست کیه. اگر دیدیم اون نتایجی که میخوام چه نتایج مورد نظرشون دقیقا این است که بیکاری بره بالا، اگر دیدیم به نتایجی که میخوام داریم میرسیم و به اون طرف پیش میریم دیگه بهره رو بالا نمیبریم. ولی اگر دیدیم کماکان وضعیت کار خوبه و بیکاری پایین نمیاد کم نمیشه یعنی بیشتر نمیشه مثلا خب درصد بیکاری بیشتر نمیشه بعدم رو جدن اضافه میکنیم که بهره رو بالا ببره. بنابراین در این مرحله فعلا فرض رو برای میذاریم که در جلسه ماه آینده ماه جون بر اساس صحبت که تا به الان شده توقف کنن، حالا توقف نه به اصطلاح سکیپ کنن یا پارول بدن ببینن اوضاع چی میشه و در جلسات بعدی بر اساس نتایجی کتاب حال حاصل شده اون وقت تصمیم گیری کنه. بسیار عالی. خب برگردیم به بحث اصلی امروز، یعنی با بحران بانکی شروع میکنیم بعدش هم میریم ببینیم وضعیت مستغلات مسکونی و تجاری و خود بهره کجا خواهد رفت. جناب شجاعتی اگه میشه میگم اتفاقاتی که سر داستان بانک ها افتاد فکر کنم 3 یا 4 تا بانک در یکی دو ماه یه دفعه رفتن هوا به قول من خیلی مشکلات جدی براشون پیدا شد به طوری که به نوعی مجبور شدن بیلات بکنن مادر به نوعی حالا میشه گفت بیلات بود. دلیل به وجود اومدن این بحرانات چی بود واقعا یا اشکال کار کجا بودش و چرا یه دفعه اینجوری پیدا شد و از طرف دیگه هم این به نظر شما این سکوتی که فعلا آرام شدنش موقت یا نه و اگه برگرده و دوباره شاهد این بحران باشیم میتونه به یک بحران دوباره مثل 2008 تبدیل بشه یا که نه؟ آره در خصوص بحرانی که برای بانک ها پیدا شد واقعیتش این است که از سال 2009 زمانی که هنوز کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود و رفتن یه قانونی رو توی کنگره تصویب کردن، قانونی که تو دوران بحران بزرگ گریت دیپرشن تصویب شده بود که بانک‌های تجاری رو از بانک‌های سرمایه‌گذاری جدا کرده بودن. اینوستمنت بانک‌ها کارو خودشونو می‌کردن، کامرشال بانک‌ها کارو خودشونو می‌کردن. پول و سرمایه و دارایی اینها با هم قاطی نمی‌شد. و به همین دلیل ما چیز اتفاق بدی برای بانک‌ها هیچ وقت نمی‌افتاد. خیلی به ندرت ممکن بود که یه اتفاق ناجوری بیفته برای بانک ها. ولی از سالی که این داستان پیاده شد و این قانون اجرا شد و این جدایی عملا از هم پاشید ما شاهد این هستیم که دائما هر سال تعدادی بانک تلپا میشن به قول من رو کما که FDIC مؤسسه که سپرده های بانکی رو بیمه میکنه همین چند وقتیش یکی دو هفته پیش گزارشی داد بیرون و گفته بود از اول اکتبر سال 2000 تا به الان 566 تا بانک تو آمریکا سقوط کردن. دو تاشون مثلا سال 2008 دو سال 2008 و 2009 165 تا بانک سقوط کردن. اگه بخوایم به طور متوسط بگیریم
انگار سالی 25 تا بانک به طور متوسط تو آمریکا سقوط میکنن. واه. بعد سال 2020 مثلا 4 تا بانک سقوط میکنن اینا ها. منتها اهمیت این دفعه این بود که تو اون سال چیز 2020 موقعی که اون 4 تا بانک سقوط کردن کل سرمایهشون همش رو همدیگه اون 4 تا 458 میلیون دلار بود، ولی دو تا بانکی که امسال تو ماه مارس سقوط کردن، سیلیکون ولی بانک و اون یکی سیگنچر بانک که تو نیویورک بود فکر کنم، اینها 320 میلیارد دلار سرمایه داشتن که سقوط کردن اینها. بعد نکته ای که هست این که یعنی اتفاق عجیبی که افتاد این که فدرال ریزرو و FDIC بانک ها رو طبقه بندی میکنن بر اساس سرمایه شون. یعنی میگن اگر سرمایه شون 250 میلیارد دلار و بیشتر باشه به اینها میگن systematically important banks، یعنی اگر اینا دوچار اشکال بشن به خاطر حجم بزرگ از سرمایه‌ای که دارن و وزنی که تو اقتصاد دارن، در واقع همون داستانی بود میگفتن تو بیگ تو فیل، اینا بزرگ نمیذارن اینا سقوط بکنه. مطمئن هیچ کدوم از این دوتا بانکا، چه سیلیکون ولی بانک، چه سیگنچر بانک، چه یکی دیگه که تو لس آنجلس بود اتفاقا سیلورگیت بانک بود، اینا هیچ کدومشون 250 میلیارد دلار سرمایه نداشتن، ولی با این همه فدرال ریزرو مجبور کرد FDIC رو که بره این بانک ها رو نجات بده و انگار مثل این که با چیز باشون رفتار کرد، مثل بانک های که در سیستماتیک مهم هست سیستماتیک بانک باشون باش برخورد کرد و اینا ها. اینکه آیا داستان تموم شده یا نشده، یه خورده بعید تموم شده باشه. دلیلش هم این است که توی بحران‌های مالی که پیش میاد، از زمانی که یه جرقه میخوره، یعنی یه بانکی، یه مؤسسه‌ای، یه هج‌فاندی، هر چیز میشه بذاریم، وضعش خراب میشه که ممکنه در مرحله‌ای که اون اتفاق میفته فاجعه‌ای رخ نده، تا اینکه برسیم به آتش سوزی، یعنی برسیم به جایی که دردسرهای گنده درست بشه، همیشه یه فاصله اتفاق میفته و اینها. کما این که مثلا امسال خب تو دهم مارچ که پشت سر گذاشتیم بود دیگه، سیلیکون ولی بانک سقوط کرد، ولی در واقع این در واقع آتش سوزی بود ببخشید، ولی جرقش تو نوامبر سال 2021 زده شده بود که بیت کوین سقوط کرد، به طوری که از نوامبر 2021 تا نوامبر سال 2022 بیت کوین 77.5% ارزشش رو از دست داد، از 69 هزار دلار رسید به 15 هزار دلار در واقع. بعد همین کارا باعث شده، یعنی کاری که فدرال ریزرو کرد که از FDIC خواست بره اینو نجات بده، اکثر پول هایی که برای نجات بانک های دیگه وجود داشت الان افتاسی از دست داد. الان کل پولی که افتاسی داره فقط 40 میلیارد دلار بیشتر نیست، یعنی اگر اتفاقات دیگری بیفته معلوم نیست اینو میخوان چی کار کنه، باید پول بدن بهش بتونه بانک های دیگر نجات بده. و شما اگر در نظر بگیرید میبینید سال 2008 15 سپتامبر 2008 بود بانک بسیار بسیار معروف لیمن برادرز سقوط کرد، در واقع آتش سوزی شد اونجا. منتها جرقش رو کی زده بودن؟ جرقش رو تو بهار سال 2007، سال قبلش زده شده بود، موقعی که بانک معروف HSBC خبر داد که توی سافران موگیجی که داشته ضرر کرده و اینها. یا شما نگاه کنید مثلا یه مورد دیگه هم بزنم، حالا زیاد روی دیدارتی نکنیم، یه جرقه خورد در جون سال 1997. درقه چی بود؟ این بود که کشور تایلند اومد ارزش پول خودش رو در مقابل دلار آمریکا یه ارزش رو دیوالیو کرد، از همون جایی بحرانی درست شد به اسم بحران بقای آسیا، تایلند و اندونزی و مالزی و کره جنوبی و اینا همه توی دردسر افتادن. ولی تا به آتش سوزی رسیدیم به سال 1998 که اون سال هم روسیه رو باندهای خودش دیفالت کرد، هم تو سپتامبر 1998 فاند معروف لانگ ترم کپیتال منیجمنت سقوط کرد. این خواب کلن نگاه بکنیم شش تا بحران شما از نظر بگیرید، در سال 1974 تا سال 2010، از زمانی که یه جرقه میخوره تا زمانی که آتش سوزی رخ میده به طور متوسط 13 ماه و نیم طول میکشه. کوتاه‌ترین زمانی که داشتیم که
از جرقه با آتش سوزی رسیدیم 6 ماه بوده. حالا اگر جرقه رو ما مارچ امسال بگیریم با سیلیکون ولی بنک، بنابراین به سپتامبر امسال که برسیم، سپتامبر همین سال 2023، باید منتظر آتش سوزی باشیم. اگر بگیم نوامبر 2021 رو مبدا بگیریم، جرقه رو بگیریم، بنابراین که بیت کوین در واقع ضربه خورد و اینها، دیگه همین روزا در واقع باید منتظر اتفاق ناگوار باشیم. فقط یه مسئله، الان گفتید که به اصطلاح FDIC تقریبا دیگه پولش تموم شده. میخواستم ببینم که برای کسانی به سپرده هایی که به اصطلاح دارن، آدمای عادی توی بانک ها، چون تا 250,000 دلار قاعدتا به اصطلاح اینشور هستش، یعنی به اصطلاح FDIC اینشوره، فکر میکنید چه اتفاقی برای این سپرده ها میشه؟ یعنی اینا اگر وضع خراب بشه شروع میکنن پول چاپ کردن یا نه دیگه میگن که بعد بالاتر از 250,000 دلار دیگه پولی نمیشه؟ خیلی خیلی زیاد شروع میکنن پول چاپ کردن که بتونن این سپرده ها رو بدن. حتی میگم این پولایی که مثلا دادن، هم سیلیکون ولی بنک، هم این یکی آخری ریپابلیک بنک، اینا بانک آدم های سوپر خرپول بود واقعا، اونایی که میلیاردی و میلیونی پول داشتن، با توجه به حجم سرمایه بانکشون قرار نبود FDIC بره اینا نجات بده. ما تا یه حد به حال آدم های پولدار بودن، پولدار هم میشه آدم خودشون رو حالا تو وزارت خزانه داری دارن، تو FDIC دارن، تو کنگره و سنا و ریاست جمهوری دارن، نمیذارن ضربه به اینها بخوره. به سال 2008 کارشون ندارن، به دادشون رسیدن، پول کمه، ولی من حدس میزنم چون اگر نخوان این کارو بکنن، فاجعه خیلی خیلی بزرگی اتفاق میفته که مردم ببینن که بانکه داره سقوط میکنه، بعد اینا هرچی دارن ندارن از بین میره، درست مثل دهه 1930 و بحران بزرگ گریت دیپریشن میشه. چون اون سالا FDIC وجود نداشت، اگه بانک سقوط میکرد مردم دارو ندار خودشون رو کامل از دست میدادن. یعنی شما ممکن بود توی بانکی چه میدن 50,000 دلار، 40,000 دلار، 70,000، هر چقدر پول میداشتید، امشب میخوابیدید، فردا صبح میرفتید میدید یه قرونم یه دلارم دیگه ندارید و اینا. اینه که بخواد همچین وضعیتی پیش بیاد، حتما یه بحران بزرگ وحشتناک و باور نکردنی اتفاق خواهد افتاد. و به همین دلیل فکر میکنم که اگر لازم بشه بانکای دیگر رو نجات بدن، حتما پول چاپ میکنه بهشون بدن. خب بریم سراغ بخش املاک تجاری که جور هم به اصطلاح مرتبط با این داستان، و اونم مشخصا آفیس بیلدینگ. الان شاهد هستیم که یک بحران بسیار بزرگ تو این بخش هستش که خیلی احتمال میدن که حجم و بزرگی این بحران حتی از وضعیت 2008 هم بدتر بشه توی به اصطلاح بخش مستقلات، در این بخش دارم میگم آفیس بیلدینگ. به طوری که الان در حال حاضر ما یه چیزی حدود 1.5 تریلیون دلار وام داریم که تا 1.5 سال تا 2 سال آینده قرار مچور بشه، و این وام های جدید که اگه بخوان بگیرن باید با بهرهای جدید بگیرن که بسیار بسیار پیمنتشون میره بالا. از طرف دیگه هم شاهد هستیم که به خاطر مسئله کرونا اینا بسیار ویکنسی ها بالا رفته، به طوری که توش خیلی جا 30%, 40% یا حتی 50% اینا خالی دارن توی این آفیس ها. با این وضعیت بسیاری که از بانک ها الان به اصطلاح چیزی که شده به اصطلاح اومدن وام دادن به این به اصطلاح اکثر بانک هایی که اصلا معذرت میخوام که اومدن وام دادن به این آفیس بیلدینگ ها، معمولا یا کوچیک بودن یا متوسط، که خیلی به اصطلاح جسه بزرگی نداشتن. و فقط یکی دو مورد من اشاره بکنم که الان به اصطلاح چه اتفاقی داره توی این آفیس بیلدینگ میفته. یکی اولا تو خود شهر لس آنجلس در اول سال 2022 قیمت آفیس بیلدینگ به طور متوسط بوده 420 دلار پر اسکوئر فیت، تو امسال اول امسال 2 ماه اول رسیده به 254 دلار پر اسکوئر فیت، یعنی 39% کاهش ما داشتیم توی قیمت های آفیس بیلدینگ. تو شهر سان فرانسیسکو بیلدینگی که تو سال 2019 قیمتش 300 میلیون دلار بوده، امسال به 60 میلیون دلار رسیده برای فروش، تازه هم هنوزم نخریدن. یعنی اگه حتی با 60 میلیون دلار هم بخرن، یعنی 80% کاهش پیدا کرده، اونم تو چه شهری؟ سان فرانسیسکو. حالا با توجه به این که میگم این بحران هست، اینا فکر میکنید چی داره میشه و میتونه به قول من آیا دوباره میان نجاتشون میدن به اصطلاح این آفیس بیلدینگ ها و این بانک هایی که به اصطلاح این وام های آفیس بیلدینگ ها دارن، چی میشه؟ فکر میکنید به کجا داره میره این قسمت، این بخش املاک تجاری؟ والا ارزیابی من در اینه که هم بکتی جاری، همطور که اشاره کردی در واقع الان نقطه ضعفش یا نقطه خیلی بدش همین آفیس بیلدینگ ها هستن در واقع، وگرنه زمینه های دیگری از مستغلات تجاری کامرشال ریل استیت، مثل فرض کنیم که نرسینگ هوم ها، مثل بیمارستان ها، مثل انبار ها، مثل آپارتمان کامپلکس ها و و و اینا وضعیت بسیار خوبی دارن و بهتر هم خواهند شد. فقط آفیس بیلدینگ ها هستن که به خاطر کرونا
که ملت رفتن از خونه کار کردن و حالا صاحبان این کمپانی ها میرن خب حالا چرا ما کرایه بدیم و اینا تو خونه میشینن ما بی خودی پولی کرایه این بیلدینگ ها که داریم ندیم و اینا. اونا هستن که به اشکال برخوردن و همین قیمتاشون به طرز وحشتناک که اومده پایین. بستگی داره که واقعا چه حجمی از این وام هایی که گرفته شده، بانک های کوچیک و معمولی هستن، چقدرش وام های بزرگ، بانک های بزرگ به این وام دادن. اگر ببینند که مقدار ضربه ای که میخوره خیلی زیاد نیست، کاری ندارن، میذارن هم کلک بانکه کنده بشه، هم کلک اون ریل استیتی یا ریل استیت دیولوپی یا صاحب اونایی که به اینها اینا رو اجاره داده بودن. ولی اگه دست بانک های بزرگ باشه، نه، بانک های بزرگ همیشه محافظین خودشون رو توی مقامات دولتی دارن و حتما میان و بهشون کمک میکنن و نجاتشون میدن. بعد فکر می‌کنید این بخش مثلا چون این مقداری بحرانی این بخش واقعا میتونه تأثیر منفی هم رو بخش‌های دیگه از جمله از خود به اصطلاح بخش‌های مختلف توی کامرشال ریل استیت یا رزیدنشال ریل استیت بذاره یا که نه بخش تجاری یا مسکن؟ نه، بخش به اصطلاح نمیتونه که رو بخش‌های دیگر کامرشال ریل استیت مثلا آفیس چیز آفیس بیلدینگ ها خراب شه، مثلا بگیم وضعیت نرسینگ هم خیلی خراب میشه، نه، چون به خاطر اینکه جامعه آمریکا داره ایمو سنتر میشه، مقدار خیلی خیلی بیشتری به نرسینگ هوم احتیاج داره و مریضی ها داره افزایش پیدا میکنه، سنا بالا میره، به بیمارستان احتیاج بیشتری خواهد بود، طبیعتا اونها وضعشون بهتر خواهد شد، بهشون نیاز خواهد بود. آمازون داره همه جا رو هر سوراخ سنبه‌ای رو در واقع داره بیزنس های کوچک از دور خارج میکنه، خودش میگیره و احتیاج به انبارهای خیلی ویرهاوس های خیلی بزرگ داره. بنابراین اون قسمت از ریل استیت آینده خوبی خواهد داشت. نه، آتیش به همه جا پخش نمیشه، در یه محدوده خیلی کوچیکی میمونه. متا میگم مگر اینکه بانک های خیلی خیلی بزرگ وام های خیلی وحشتناک آنچنانی داده باشن، بعد فدرال رزرو هم به هر دلیلی دلخوری از اون بانک‌ها داشته باشه، کما که فدرال رزرو تو سال 2008 هم میتونست برنشترن رو نجات بده، هم میتونست لیمن برادرز رو نجات بده. منتها چون این دوتا بانک توی اون داستان لانگ ترم کپیتال منیجمنت که پیش اومد ازشون کمک خواست و بهش کمک نکردن، اونم در اونجا به کمکشون نرفت و گذاشت که کلکشون کنده بشه. مگر اینکه اینطوری ولشون کنه، آره، اون وقت بحران بدی درست میشه. ولی اگر رابطه خوبی رو هم داشته باشن، نه، حتما به کارشون کمک میکنه و نجاتشون میده. بسه. بریم سراغ املاک به اصطلاح مسکونی. بزنیم اول نگاهی کنیم به قیمت ها که چه اتفاقی افتاد از سال پیش به الان. طبق گزارشی که ردفین داده، این به اصطلاح قیمت ها داره مقایسه میکنه اپریل سال امسال با سال گذشته. توی شهر اوکلند، رو میگم تعداد زیاده، من فقط چند تاش انتخاب کردم، توی شهر اوکلند کالیفرنیا 15.6% ما کاهش داشتیم تو قیمت، آستین تگزاس 15.2%، سان فرانسیسکو 13.3%، آنهایم لس آنجلس 10.2% کاهش داشتیم، ساکرامنتو 9.6%، لاس وگاس 9.5% قیمت اومده پایین، فینیکس آریزونا 8.6% و بالاخره لس آنجلس 8% اومده. اگه بخوایم به اصطلاح اگه بخوایم از پیکش حساب کنیم که حد اکثر قیمت‌ها بازم بیشتر قیمت پایین اومده، به اضافه اینکه تو قیمت‌های تقریبا خونه‌های 1.5 یا 2 میلیون دلار به بالا قیمت از اینم بیشتر پایین اومده، حد 15 20 اینا بعضی جاها دیده شده که پایین اومده. تو همین رابطه فروش خونه توی کالیفرنیا به رقم الان 267880 تا رسیده واحد رسیده توی ماه اپریل که 36% پایین‌تر بوده در مقابل با سال گذشته‌اش، و بالاخره مسئله اینونتوری در کل کشور که قبل از کرونا، یعنی قبل از 2019 و اول 2020 حدود 1.1 میلیون بوده، الان رسیدیم به اصطلاح حدود 500,000، یعنی تقریبا نصف شده. با توجه به این شرایطی که میبینید، فکر میکنید چی میشه به اصطلاح ریال استیت؟ از یه طرف ما داریم وضعیت به اصطلاح قیمتا به شدت، اولا با هنوز بالاست، میگم مزرعه ریتا بالا رفته به شدت، با همین قیمتی که اومده پایین کاملا غیر قابل خرید شده اکثرا، از یه برم اینونتوری خیلی کمه که الان دارن بعضی جاها دارن دوباره همون آفر رو آفر میذارن. فکر میکنید به کجا میره، چی میشه به قول معروف تو این قسمت ریال استیت؟ والا اینا ما در برنامه های رادیوی خودمون به طور مفصل سر صحبت کردیم و نخوام وقتی کسی رو تلف کنم، خیلی به طور خلاصه ما یه زمانی تحقیق خیلی طولانی کردیم راجع به وضعیت ریال استیت توی آمریکا از سال قرن 19 هم، از قرن 1870 به بعد، و دیدیم که ریال استیت یه چرخه یا یه سایکل 18 ساله داره. به این مفهوم که فرض میکنیم اگر در سال یه سال معینی
ریل استیت قیمتش بخوره زمین و اینقدر بره پایین تو به باتم خودش برسه، برای 14 سال از اونجا قیمت شروع میکنه بالا رفتن. البته مسلمه که چون از خیلی پایین داره قیمت ها میره بالا، اوایل سال اول، دوم، سوم، چهارم افزایشش خیلی زیادتره، بعد کنتر میشه هم تو ذره ذره، ولی بالاخره تا آخر سال 14 قیمت میره بالا و آخر سال 14 که رسید برای 4 سال قیمت ها میره پایین. جمعا میشه یه سایکل 18 ساله. حالا با توجه به این که بسگی داره دیگه، بعضیا میگن که مثلا کرش ریال استیتی که سال 2008 اون طرفا پیش اومد، باتم سال 2010 بود، بعضیا یه حساب کردن میگن 2011 بود. اگر 2010 بگیریم 14 سال بهش اضافه کنیم، بنابراین تا آخر سال 2024 هیچ خطری ریال استیت رو تهدید نمی‌کنه. اینکه در بعضی جاها قیمت ها خیلی وحشتناک رفته بالا، یه ذره بیاد پایین، حالا 10%، 15%، 17% نسبت به جاهایی که قیمت ها 100-150%، نمیدونم حتی بیشتر رفته بالا، کاهش عجیب و غریبی نیست. توجه میکنین؟ بنابراین بر این اساس و با این مفهوم که تاریخ پشت سر هم تو این چقدر بشه 170-180 سال گذشته تو ریل استیت تکرار شده، من حدس خیلی قوی میزنم که مینیمم حداقل شاید طولانی تر، ولی کم کم دیگه تا آخر سال 2024 قیمت های ریل استیت، یعنی به بازار ریل استیت ضربه نخوره. و اینها خیلی هم فکر کنید که چون بفرمایید. نه بفرمایید داشتیم میگم خیلی هم فکر میکنن که اگر بهره بالا بره دیگه چیز نمیشه، مردم مثلا خونه نمیخرن یا وضعیت ریل استیت خراب میشه. اینجوری نیست، بستگی داره مردم آقا چقدر دنبال خونن، چقدر تقاضا برشونه. در سال 1981 اکتبر 1981 مورگیج وام 30 ساله بود 19%، ولی هم موسا قیمت خونه 11% رفت بالا. الان ما 6.5 میلیون خونه تو آمریکا کم داریم، یعنی 6.5 میلیون نفر آدم هستن دنبال خونه میگردن ولی خونه براشون موجود نیست. دلیلش هم این است که بعد از اون کرش سال 2007-2008 تا چند سالی کمپانی‌هایی که تو کار خونه سازی هستن خونه نساختن. بنابراین تو اون سال خونه ساخته نشد، چند بود خونه بود. یکی دومی که یک جاهایی که به اصطلاح خونه رو تامین میکرد و خونه توی بازار میومد این بود که فرض کنیم من و شما یه خونه خریده بودیم، توش نشسته بودیم، 5-6 سال بعد یه ذره حالا به هر دلیلی وضعمون بهتر میشد، کارمون بهتر میشد، هرچی میخواستیم بریم یه جای بهتری، میومده اونو میفروختیم که existing home sales به قول معروف باشه. بعد میرفتیم یه خونه دیگری، حالا نوساز، یه خونه بزرگتر، یا هر چیزی میخریدیم، بنابراین خونه ما میومد تو بازار. ولی الان کسانی که مثلا تو چند سال گذشته خونه خریدن، اینا با بهرهای پایین خریدن، با 3%، بعضیا 2.5%، 2%، 4%، 5%. و اینا اگه بخوان خونهشون رو بفروشن برن یه خونه دیگه، خب یه دفعه باید بیاد مثلا با 6 تا کمی کم با 6% بیو بهره بده، شاید هم بیشتر. بنابراین اونا هم دست نگه داشتن نمیفروشن. بنابراین از یه طرف به خاطر کمبود ساختمان عرضه کم شده، از یه طرف به خاطر اینکه یه حاضر نیستن بفروشن عرضه کم شده، به هم در 6.5 میلیون خونه کمبود وجود داره و دنبالش هستن که بخرن و قیمتشون میره بالا و خراب نخواهد شد. که بعضی اینم تو پرانتز بگم، بعضی ها میگن چطور ممکن با این همه قیمت رفته بالا بازم قیمت بره بالا؟ اینجوری میره بالا که هی نیاز آدم ها خوب به مسکن زیادتر میشه، اون تا به جای جاهای بزرگتر که نمیتونن از پسش بر بیان، هی جاهای کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بگیرن. تو قرن 19 هم در زمان ریاست جمهوری جکسون که رئیس جمهور آمریکا بود در اون زمان، گفتن هر آدم چقدر خونه میخواد که توش زندگی بکنه. حالا الان شما بگید مثلا 1000 اسکوئر فیت، 2000 اسکوئر فیت، 3000، چقدر مثلا به نظرتون؟ میدونید اون وقت چقدر تعیین کردن؟ 160 اکر. که بعدن در زمان ریاست جمهوری لینکلن تصویب شد که آقا هر کسی برای خونش 160 اکر زمین میخواد که توی زندگی بکنه و اینا. ولی الان بینیم حتی دیگه اونایی که خیلی 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 پولدار هستن دیگه مثلا خونه 20 اکر یا بنده به سات اینا ندارن. صحبت 5000 اسکوئر فیت از این صحبت ها میشه و اینا. بعد بگذاریم که خیلی ها میرن مثلا توی این یارو چه میگن موبیل اوما زندگی میکنن، یه تکه زمین میگیرن تو اون زندگی میکنن، یه کانتینر کشتی میگیرن میذارن رو زمین تو اون زندگی میکنن.
جاها کوچکتر میشه، قیمت ها میره بالا و حتی با همین شرایط هم باز قیمت ها میتونه افزایش پیدا کنه چون تقاضا براش هست که سرپناهی بخوان توش بمونه. تو این زمینه‌ای که صحبت کردی در توضیح که واقعا یه جوری بازار فریز شده به این معنی که دیگه خیلی ها دقیقاً به خاطر بهره پایینی که دارن دیگه نمیان خونه‌شون رو بذارن فروش، یعنی در نتیجه از اصلا حالت به اصطلاح هیچ چیز نمیشه، خرید و فروش انجام نمیشه. ولی چیزی که هست، آماری که هست حدوداً 70% میگن بهره‌هاشون زیر 4% از اونایی که تو این دو سه سال اخیر به اصطلاح ریفایننس کردن، حدود 30 اگه اشتباه نکنم 30% هم تقریباً زیر 3%. در نتیجه حدس بر اینه که اگر بهره برگرده پایین هولوش 5% بشه، یه سری از این افرادی که واقعا میخوان خونهشون رو بفروشن برای 0.5% 1% بهره دیگه نمیاد به قول معروف وایس و اینا، چون زیاد انقدر تاثیر نداره. بله الان مثلا 2-3% روی این حساب بهره نزدیک 5 میتونه این به اصطلاح ترانزکشن ها رو زیاد کنه، افراد خرید و فروش ها رو زیاد کنه. این مسئله هستش. خب بریم سراغ صحبت سر به اصطلاح بهره کردیم، بریم وضعیت بهره رو نگاه کنیم ببینیم چجوری هست. وام برای بهره وام 30 ساله بیشترین حدش تو اکتبر سال پیش زد، فکر کنم بالای 7.2 رسید اگه اشتباه نکنم. آره بالای 7.2، آره دقیقاً به 7.2 رسید تو اکتبر رسید، ولی بعد از اون شاهد بودیم که همینجوری اومد پایین، ولی الان دوباره داره بالا میره. به طوری که من نگاه میکردم اوریج بهره 30 ساله تقریبا 6.75 هست الان، داره دوباره نزدیک به 7 میشه، به طوری که باند 10 ساله هم داره نزدیک به 4 میشه، الان 3.75 هستش. و تو همین زمینه آقای جیمی دایمن یه صحبتی همین دیروز یا پیروز بود داشتن با کلاینت های خودشون و داره صحبت میکنه از خطر بالا رفتن بهره باند 10 ساله. میگه اگر 5 6 7 یا حتی 8 هم برسه خودتون آماده کنید و تعجب نکنید. میخواستم نظر شما رو ببینم در این رابطه چی هست با توجه به این که به قول معروف این تورمه یه جورای استیکی یا به قول خودمون سیری شده، ولکن معامله هم نیست. میخواستم ببینم چی فکر میکنید سر این مسئله. والا من حتما بر اینه، چون سابقه تاریخی فدرالیزه بانک مرکزی آمریکا نشون داده تا یه جایی یک خرابکاری گنده نکنه، یه وضعیت درب و داغونی درست نکنه، بالا بردن بهره رو متوقف نمیکنه. و همین دلیل من حدس میزنم که اینا شروع کنن علارغم همه این حرفا. حالا ممکنه ماه جون این کار رو نکنن، ولی ماهای بعدی میکنن، بهره رو اینقدر میبرن بالا که یک بحران بدجوری درست میکنن، یه رکود عجیب و غریبی راه میندازن، بعد برای اینکه اون رکود رو جبران بکنن میان شروع میکنن بهره رو پایین آوردن. اگر اواخر سال آینده اواسط سال 2024 بهره به 1% رسید اصلا تعجب نکن. شما پس اونجوری میاد. ولی البته من اینو بگم، به نظر من اگر بهره رو پایین بردن و شروع کردن پول چاپ کردن، دور دوم تورم میتونه به اصطلاح بسیار بالا بشه. اون وقت میتونیم بهره رو به نظر من بهرهای خونه رو 8% و 10% ببینیم و باند بهره باندم روی 7-8% ببینیم. دور دوم تورم میگم. چی فکر میکنید؟ الزاماً به حساب پول چاپ کردن خود تورم اونجا نمیشه. بسته ای داره پولی که چاپ میکنن کجا خرج میشه. پول در صورتی چاپش تورم ایجاد میکنه که در زمینه‌های غیر مولد نان پروداکتیو خرج بشه، یعنی برن فقط همینجوری مثل سالهای گذشته پول بریزن بدن دست بانک‌ها و هج فاندها و نمیدونم پنشن فاندها و بان منیجرها و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های ریال استیت. اینا هم نه چیزی میسازن نه چیزی تولید میکنن، نه در مولد نیستن برا. آره اینا تورم و تا تورمش تو زمینه‌های مالی ما بیشتر میبینیم، مثل افزایش شدید قیمت سهام، باند، ریال استیت، چیزی که تو چند سال گذشته دیدیم. و تورم فعلی که ما داریم میبینیم، فکر کنم هفته پیش هم گفتم، این تورم ناشی از چاپ پول نیست، این تورم ناشی از رابطه ایست که اینها با چین درست کردن و مالیاتی که روی کالاهای چینی بستن و اینها. اگر با چین کنار بیان، دست از این بازیاشون بردارن و برگردن به همون سیاست 4-5 سال پیش، هر چقدر پول چاپ کنن تورم نخواهد شد. اگر نه چی؟ چون به نظر نمیاد این داستان اگر نه وقت نه حتما تورم شد. اگر نه خانه دام الان میگم دو سه روزه یه صحبت شده که بایدن موقع اومد سر کار همون سیاست هایی که ترامپ راجع به چین داشت و با شدت بیشتری ادامه داد در واقع. بله. همه فکر میکردم ممکنه تعدیل کنه این کارا نکنه، ولی عملا رفت و به اصطلاح خیلی خصمانه تر و بدتر با چین رفتار کرد و داره بقیه کشورهای اروپایی و آسیایی رو هم تحریک میکنه که رابطهشون رو با چین خراب کنه. ما تا این مراتب حوادث چند ماه گذشته نشون میده که
دیگه گوش کشورهای آمریکای لاتین، خاور میانه، آسیا و اینها اونطوری که در گذشته به آمریکا گوش میکردن گوش نمیکنه و نه حاضرن اونطوری در تحریم روسیه شرکت کنن، نه اونطوری حاضرن رابطهشون رو با چین خراب کنن. نه نه نه، اگر یه وقتی همچین وضعیتی آمریکا ببینه، اون وقت شاید مجبور بشه که در رابطه خودش با چین هم تجدید نظر کنه و کوتاه بیاد و سعی کنه روابط گذشته رو باشون داشته باشه. مسلما تورم در فاصله خیلی کوتاهی از بین خواهد رفت. ولی اگر نه بخوام با همین سیاست ادامه بدن، هم بدترش بکنن اینها، حتما تورم خیلی خیلی میره بالا و بهره هم خیلی خیلی میره بالا. میشه مثل گفتم که مثال 1981 بهره 19 درصد بود، مورگیج 19 درصد بود، ولی حتی تو مورگیج 19 درصدی هم در سال قیمت خونه 11 درصد داشت میرفت بالا. بنابراین تا کمبود خونه برطرف نشه مهم نیست که بهره چقدر میره بالا. حدودا تقریبا ما قولی که دادیم گفتیم 30 دقیقه بیشتر وقت نمیگیرن، حدود 40 دقیقه شده. البته 5 دقیقه اولش رو به اصطلاح صحبت نگیم. فقط یه سوال آخر دارم، فکر می‌کنم اینم مهم باشه، این سوال انجام میدم بعدش هم دیگه برنامه رو می‌بندیم این دفعه. یکی به اصطلاح سر بهره، یکی از روش‌های پایین آوردن اینه که هم بهره خونه رو مزرعه میان به صورت به اصطلاح خریدای نجومی که بانک مرکزی عملا انجام داد، به خصوص تو این دو سال گذشته از مورگیج بک سکیوریتی بود که اینا رو به شدت خرید و بهره رو تونست بکشه به همین 2% و 2.5% اینا. الان بانک مرکزی مدت ها الان از سال پیش تقریبا متوقف کرده که هیچ، داره کم و بیش این برابر هم میفروشه یا حداقل میذاره وقتی مشهور شد دیگه نمیخره. از طرف دیگه هم بعضی از این همین به اصطلاح باندا را، باندای مورگیج بک سکیوریتی، خود بانک های متوسط و کوچیک بودن که میخریدن، که اینا هم با توجه به شرایطی که پیش اومده اینا هم دیگه نمیخرن. دسته سومی که این باندا رو می‌خریدن هج فاند منیجر بزرگ بودن که به اصطلاح این اینا خریدای بزرگ می‌کردن و می‌تونستن بیارن پایین. اینا هم با توجه به ریسکایی که دارن می‌بینن بعید می‌دونن با این بهره بخوان خریداری کنن. درنچه بهره تو این باید خیلی بالاتر بره با این شرایطی که هست که اینا شروع بکنن بخرن. فکر می‌کنید چی میشه این بهره به اصطلاح مورگیج بک سکیوریتی به کجا میرسه؟ اوضاع خودش من حدس خیلی قوی میزنم فعلا که به خاطر هم موضوعی که گفتم، یعنی دردسرهایی که فدرال رزرو با بالا بردن بهره شروع خواهد کرد، اقتصاد به یک چیز میکشونه، به یک رکود میکشونه. این رکود هم از اون تومیریان نیست، رکود خیلی جدی خواهد بود به خاطر اینکه بدهی تو آمریکا خیلی 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 زیاده. تو کوارتر اول گزارش اومده بیرون، سه ماه اول امسال، که مردم آمریکا بیش از 70 تریلیون دلار بدهکارن. حالا شما در نظر بگیرید این آدم ها که حالا یا خونه خریدن یا ماشین خریدن یا بیزنسی داشتن یا هر چیزی اینقدر قرض کردن و بهره ها بخواد همینجوری بره بالا، یه نفرش هم دیگه نمیتونه پولشو پس بده و همه چیز میخوابه در واقع. بنابراین اونجا که برسه حتی ممکنه دیفلیشن خیلی شدیدی بشه و اینها، و بعد اینا چاره ای نخ... جانم میگم صحبت همینم هم که میگید هست، دیفلیشن، یعنی بحران دیفلیشن، یعنی دیفلیشن خیلی بدجوری بشه و اون وقتی از اون وری بیافتن، یعنی حتی ممکنه به بهره منفی هم اینا تندر بدن تو اون شرایط. و به همین دلیل که من فکر میکنم احتمالش اصلا کم نیست که سال دیگه، اگر نه همین موقع ها ولی به سالی سپتامبر اکتبر که برسیم، بهره 10 ساله به 1% اینا رسیده باشه. بله، یعنی قبل از انتخابات اینا احتمالاً بهره رو به 1% میرسونن. درست؟ آره. بسیار عالی، بسیار تشکر میکنم جناب شجاعتی از تمام صحبتهایی کردی، اطلاعاتی که دادید. فقط این نکته رو به همگی بگم که هفته آینده مجددا تاکید میکنم به خاطر شرایط بسیار خاصی که تو این بازارها وجود داره، یه احتمال سوداوری بسیار هست تو این بخش که هفته دیگه سرش بسیار مفصل صحبت خواهیم کرد. در صورت اگه سوالی در این زمینه دارید میتونید با ما در تماس باشید به ایمیلی که ایمیلتون بهتون میدم، info@profitcapitalgroup.com info@profitcapitalgroup.com. شماره تلفن ما از 310-881-8080 310-881-8080. اگر میخواهید با خود جناب شجاعتی مستقیم در تماس باشید 310-407-5300، این تلفن دفتر اینشونه، 310-407-5300. وبسایت اینشون هست pofmnetwork.com pofmnetwork.com. تا چهارشنبه دیگه ساعت 6
تحلیل‌های عمیق‌تر، بهره‌های پایین‌تر، سودهای بالاتر. از فرصت‌های طلایی در بازار مستغلات تا سودهای 7000 درصدی در بازارهای مالی و از بهره‌های کمیاب در وام‌های مسکونی و تجاری تا سودهای میلیونی در کریپتوکارنسیز. با رامین وکیلی و دکتر خشایار شجاعتی در برنامه سود و سرمایه. profitcapitalgroup.com